شکل پیش برید، هم لایت سخت افزاری داشته باشیم هم نرم افزاری داشته باشیم، اون دارایی هایی که تایم طولانی لازم نیست بهش دسترسی داشته باشین، هولدش کردین یا مبلغ زیادی توی سخت افزاریتون باشه، حالا یه حجم کوچیکی دیگه ای که حالا قرار باشه ترید بکنید یا مدام نقل و انتقال انجام بدین توی نرم افزاری انتقال بدین، ولی خب میدونیم که امنیتش پایین‌تره. این پیشنهادی که میتونم بهتون بدم و میتونه نکته مناسبی براتون باشه. اگر بخوام به صورت خلاصه یه دور باهاتون دوره بکنم، انواع ولت ها رو، ولت های نرم افزاری هستن و سخت افزاری که امنیت سخت افزاری خیلی بیشتر نرم افزاری هستش، چون که به اینترنت متصل نیستن، امکان هکشون به شدت پایین میاد، ولی خب شما باید بابتشون هزینه پرداخت بکنید، خریداریشون بکنید و داریاتون رو توش نگهداری بکنید. نکاتی وجود داره که هم ولت های سخت افزاری هم نرم افزاری باید رعایتشون بکنید که تمامشون رو بهشون اشاره کردیم. حتما توی داراییاتون توی نگهداریش دقت داشته باشین، چون دارین با یک زحمتی با یک تایمی این دارایی‌ها رو به دست میاریم و خوب مهمه که بدونیم چطور بعد ازشون نگهداری بکنیم. حالا اگر برسیم به مبحث بعدیمون، مبحث صرافی‌ها، همینطور که گفتیم صرافی‌ها مکان مناسبی برای نگهداری دارایی‌های ما نیستن مسلمن، ولی خب اگر بخوام در مورد صرافی ها باهاتون صحبت بکنم، قبلش باز میخوام با یک مثالی که زیاد توی زندگی روزمرتون باش درگیر هستین شروع بکنم. برای مثال شما اگر مسافرتی بخواید برید یا هر چیزی نیاز داشته باشین یک ارز رو خریداری بکنید، برای مثال دلار بخرید، یورو بدید یا لیر بدید، یورو بخرید، اصلا تومن بدین، دلار بخرید، به هر شکلی بخواید این تراکنش، این ترید، چون این هم ترید هستش، این ترید رو انجام بدین، از صرافی ها استفاده میکنید. صرافی هایی که تو سطح شهر هستن و با مراجعه بهشون این ترید رو انجام میدین و خرید و فروشتون رو انجام میدین. برای ترید هم شما نیاز به یک صرافی دارین، ولی از اونجایی که خب باز دارایی هاتون دارایی های دیجیتال هستش، صرافی هم صرافی دیجیتال هستش. البته این نکته رو بهتون بگم، صرافی هایی توی سطح شهر وجود دارن که شما به پرداخت مبلغ اون ارزتون اون ارز رو و دادن آدرس ولتتون اون ارز رو براتون انتقال میدن. برای مثال شما هزینه یک بیت کوین رو پرداخت میکنید و آدرس ولتتون رو میدید و اون شخص اون صرافی براتون اون میزان بیت کوین رو واریز میکنه. اما آیا امکان ترید کردن رو به شما میده؟ مسلما نه. یعنی باز برای ترید کردن شما نیاز دارید که خودتون یک صرافی داشته باشیم روی گوشیتون، روی سیستمتون و ازش استفاده بکنید. بخوام به انواع صرافی ها بپردازم. ما سه نوع صرافی داریم: صرافی غیر متمرکز، صرافی متمرکز و صرافی هیبریدی. این سه نوع صرافی وجود دارن و خب با توجه به اینکه هر کدوم کاربردهای خودشونو دارن، ویژگی های خودشونو دارن، در نهایت شما تصمیم میگیرید که از کدومش بعد استفاده بکنید. قبل از اینکه بخوام به تک تک ویژگی اینها بپردازم، میخوام به این نکته بپردازم که ویژگی اصلی ارزهای دیجیتال همینطور که میدونید غیر متمرکز بودنشون هستش. یعنی که اجازه نمیدن، به وجود اومدن که اصلا اجازه ندن که حکومتی، شخصی یا هر چیزی بتونه اینها رو محدود بکنه و براشون قانون گذاری بکنه و اشخاص بتونن آزادانه معاملات خودشون رو داشته باشن. ولی وجود صرافی های حالا متمرکز یه مقدار با این قضیه میتونه در تضاد باشه، ولی باید بدونید که صرافی های متمرکز جزء صرافی هایی هستن که بیشترین کاربر رو دارن. به معنای محبوب بودنشون نیست، به معنای اینی که افراد بیشتری از این صرافی های متمرکز استفاده میکنن. همین باعث شده که یک خاصیت خوب داشته باشن این صرافی ها، اونم اینه که امکان این رو به شما میده که با توجه به نقدینگی بالایی که وجود داره بابت بالا بودن کاربرهاش، که هر موقع اراده بکنید ارزی یا توکنی که دارین رو بتونین بفروشین و بخرین و زمان خیلی کمی رو از شما بگیره. همینطور که گفتیم علتش وجود بالای کاربرها و وجود بالای جریان نقدینگی هستش که این امکان رو برای شما ایجاد میکنه، که میتونه تو صرافی های غیر متمرکز یه مقدار این قضیه کم رنگ تر باشه و برای شما ایجاد مشکل بکنه. صرافی های متمرکز انواع مختلفی دارن. اگر حالا سایت هایی هستن که شما میتونید این صرافی ها رو ویژگی هاشون رو بررسی بکنید، ببینید که رتبه بندی هاشون به چه شکلیه و متناسب با اون انتخاب خودتون رو داشته باشین. نکته که باید بهش توجه داشته باشین، صرافی های متمرکز خب یک شخصی وجود داره که صاحب این صرافیه و اگر از صرافی نامعتبر استفاده بکنید، باز حتی اگر حجم کمی توی صرافیتون باشه و بعد ترید هم حتی داراییتون رو به ولتتون انتقال بدین، باز اون دارایی که تا تایمی که توی صرافی هست میتونه
در خطر باشه. پس حتما صرافی معتبر انتخاب بکنید. البته یه سری مشکلات وجود داره، بر مثال اینکه خب احراز هویت رو اجازه نمیدن بعضی از این صرافی ها که ایرانی ها انجام بدن، که خب مشکلی هستش که شما باید متناسب با اون باز بگردیم صرافی مناسب رو انتخاب بکنید برای خودتون. ولی اعتبار صرافی خیلی مهمه، بخاطر اینکه همونطور که گفتیم یه شخصی وجود داره که صاحب این صرافیه و دسترسی کامل داره، و خب این نکته مثبتی نیستش. پس حداقل باید صرافی مطمئن رو انتخاب بکنیم. نکته بعدی که وجود داره در مورد صرافی متمرکز این هستش که هر گونه فشاری که به صاحب این صرافی ها وارد بشه از طرف حکومت ها و هر چیزی، میتونه باعث بشه که قوانین جدیدی رو به وجود بیاره برای کاربرهاش، که این با اصل اصلی ارزهای دیجیتال و دنیای دیجیتال در تضاد هستش، ولی خب وجود داره برای ما. صرافی های متمرکز رو اگر بخوام چند تا مثال براش بزنم، میتونیم به صرافی بایننس که معتبرترین میتونیم بگیم، یعنی شناخته شده ترین صرافی هست، بپردازیم. و حتی اگر من بخوام بهتون بگم که یک سایتی هست، شما میتونید تمام این ویژگی ها رو با زیر نظر داشته باشین و بررسیاتون رو انجام بدین. سایت کوین مارکت کپ هستش که شما اگر وارد این صفحه بشین، وارد این سایت بشید و این گزینه صرافی رو انتخاب بکنید، گزینه دوم تمام صرافی های متمرکز رو برای شما میاره که میزان حجم موجودی که در 24 ساعت گذشته وجود داشته توی صرافی، نقل و انتقالاتی که انجام شده، همه چی رو شما میتونید با جزئیات ببینید و ببینید در نهایت کدوم صرافی برای شما مناسب تره با توجه به دیتاهایی که میتونید بگیرید از سایت های مختلف و سایت کوین مارکت کپ که سایت خوبی هستش. برای مثال حتی سالی که این صرافی لانچ شده رو بهتون میده و هزاران چیز دیگه که میتونید بررسیش بکنید. همونطور که از این لیست دارید میبینید، اولین صرافی صرافی بایننس هستش، دومین صرافی صرافی بایبیت هست، اوکی ایکس و کوکوین، و همینطور این رده بندی وجود داره. و همینطور که شما برین پایین میتونید که یک عالم صرافی رو ببینید و بررسی داشته باشید. اما برسیم به صرافی غیر متمرکز. صرافی های غیر متمرکز هیچ واسطه بین معامله گر، یعنی خریدار و فروشنده وجود نداره. گفتیم صرافی متمرکز این چنین نیست دیگه، یک واسطه وجود داره که در واقع معامله خریدار و فروشنده رو با هم وصل میکنه، و این وسط هم با توجه به کارمزدها و یک سری مزایایی که داره خودش سود میبره. ولی صرافی غیر متمرکز این چنین نیستن و هیچ رابطه بین خریدار و فروشنده وجود نداره، و در واقع خود معامله گرها با هم دیگه تریدشون رو انجام میدن، معامله شون رو انجام میدن توی پلتفرم های خاص. اگر بخوایم پلتفرم های غیر متمرکز رو بررسی بکنیم، روی بسترهای مختلفی هستن. میتونیم بگیم اکثرا روی بستر اتریوم هستن. اتریوم رو اگر در مورد ارزش تحقیق کرده باشید، میدونیم که اصلا برای ایجاد قراردادهای هوشمند هستش و این صرافی های غیر متمرکز هم بر اساس همین قرارداد هوشمند کار میکنن. باز دوباره از سایت مارکت کپ میتونیم استفاده بکنیم. این بار گزینه سوم دکس ها رو اگر بزنیم، میتونیم انواع صرافی ها رو ببینیم و اینها رو هم بررسی داشته باشیم. میبینین خیلی هاشون بر بستر اتریوم هستن، اما بر بستر آربیتروم و بسترهای دیگر هم وجود داره که میتونید بررسیشون داشته باشید. صرافی ها هم به این چنین هستن و شما میتونید متناسب با انتظاراتی که ازش دارید یا امکاناتی که به شما میده، در نهایت صرافی مد نظرتون رو انتخاب بکنید. حالا اگر از این مبحث هم بگذریم و کامل هم در موردش صحبت کردیم، بخوایم صرافی بایننس رو بیاریم و یه مقدار تو فضاش بچرخیم و ببینیم که به چه شکل میتونیم ترید داشته باشیم خیلی جزئی و مختصر. فضای صرافی بایننس به این شکل هستش، شما وقتی وارد میشید امکان معاملات برای مثال اثبات و فیوچر رو به شما میده. حالا معاملات اثبات چیه؟ معاملات فیوچر چیه؟ معاملات اثبات معاملاتی هستش که شما در واقع پول رو پرداخت میکنی، ارز رو خریداری میکنی، صاحب و مالک اون ارز هستی تا وقتی نفروشیش. هیچ گونه لورجی اعمال نمیشه. لورج چیه؟ جلوتر توی فیوچر بهش میپردازم. و هر نوسانی که چارت انجام میده، برای مثال 1% که به سمت بالا حرکت میکنه، دارایی شما هم 1% رشد میکنه. اگر ریزش بکنه، خب 1% متضرر میشید، متناسب با میزانی که حالا ریزش میکنه. پیشنهاد من اینه که اگر خب تازه شروع کردید، مسلما اگر معاملات اثبات داشته باشید، برای شما به شدت گزینه مناسب تری خواهد بود. فضا الان
حالا معاملات فیوچر چیه؟ معاملات فیوچر به این شکلی که شما، بخوام خیلی ساده بهش نگاه کنم، یعنی شاید این صحبتم یه مقدار بذاریم بگم که بیشتر متوجه بشید. در واقع توی معاملات فیوچر شما میاین با یک لوریجی پیش بینی میکنید که یک ارز قیمتش رشد میکنه یا میریزه، و توی معاملات فیوچر چه ارز به سمت بالا بره و شما پیش بینی کرده باشین رشد بکنه سود میکنی، و چه اگر ریزش بکنه و پیش بینی کرده باشی که میریزه سود میکنی. این امکان برای معاملات اثبات وجود نداره. برای معاملات اثبات شما، بر مثال دلار، مثال فیزیکیش، شما میری پول میدی، 1000 دلار خریداری میکنی، دلارت رو میای حالا توی گاو صندوق یا توی بانک نگهداری میکنی، قیمت دلار رو چک میکنی، یک ماه بعد رشد کرده 1%، 2%، دلاری که تو هم داری پس روی ارزشش رفته و دچار سود شدی. ولی اگر دلار ریزش بکنه و حتی تو میدونستی که دلاری که الان داری خرید میکنی قرار قیمتش بریزه، سودی دریافت میکنی؟ مسلما نه، حتی متضرر هم میشی. معاملات اثبات دقیقا به این شکله. من یک ارزی بیت کوین رو خریداری کردم، یه بیت کوین خریدم، قیمت در حال حاضرش 28407، من 28000 دلار دادم و یه بیت کوین خریدم، قیمتش میره بالا میشه 29000، سود کردم. ولی نه، یهو مارکت میچرخه میریزه میشه 27000 تا، من ضرر میکنم. ولی اگر بیا معاملات فیوچر داشته باشم و در واقع از این فضا استفاده بکنم، میتونم پیش بینی کنم که بیت کوین میریزه و من معاملات سل بگیرم و با ریزش بیت کوین سود بکنم. حالا لورج چیه؟ لورج رو اگر اینجا ببینید، انواع مختلف داره. حالا من این اکانت رو تازه باز کردم که آموزش ها رو با هم داشته باشیم، برای همین لورج رو حالا اجازه نمیده تغییر بدیم، چون زیاد وقتی شما تازه شروع میکنید اجازه نمیده لورج های خیلی بالا رو استفاده بکنیم. لورج به این شکلی که از 1% داره حالا تا متناسب با ارزهای مختلف تا 100% هم حتی شما میتونید که لورج داشته باشین. این درصد، این لورج رو صرافی شما بهتون میگه که تا چه اندازه اجازه دارید برای هر ارزی اعمال بکنید. متناسب با چیزهای مختلف این امکان رو به شما میده، برای مثال میزان نوسانات اون ارز و هزاران نکته دیگه که متناسب، اگر نوسانات یک ارز کم باشه به شما اجازه میده لورج های بالاتری اعمال بکنید، و اگر نوسانات شدید داشته باشه میتونه که لورج تا 50x محدود بشه، و خب میگم به صرافی شما بستگی داره کاملا این قضیه. قبل از اینکه اصلا بخوام در مورد لورج کامل بهتون توضیح بدم، این نکته رو بهتون بگم که لورج بالا به شدت ریسکیه. پیشنهاد من به شما اینه ماکسیموم در بهترین حالت با تجربه یک ساله دو ساله از لورج 20 استفاده بکنید و بالاتر نری، چون واقعا کار پرریسکه. که البته استراتژی هر کسی میتونه متفاوت باشه و متناسب با استراتژی که داره خودش انتخاب بکنه، ولی به شدت این قضیه ریسکیه. چرا ریسکیه؟ چون که باعث میشه شما زودتر لیکوید بشین. اصلا پروسه لورج خیلی طولانی هستش، و خب اگر بخوایم توی کلمه بگیم، لورج بالا باعث میشه که شما داراییتون رو از دست بدید خیلی زود و خیلی خب بد. لورج ها رو شما میتونید انتخاب بکنید و متناسب با اون لورج که انتخاب میکنید سود ببرید. به چه شکله؟ برای مثال من چارت بیت کوین رو دارم، بیت کوین 1% به سمت بالا حرکت کرده. اگر من لورج 1 رو انتخاب کرده باشم، هر 1% رشدی که بیت کوین میکنه من هم 1% سود میبرم. ولی اگر لورج 5 رو انتخاب کرده باشم، هر 1% رشدی که میکنه بیت کوین و نوسانی که روی چارت داره، من 5% رشد میکنم. یعنی 5 برابر میشه سود من، 5 برابر میشه. اگر لورج 10 رو انتخاب کرده باشم، 10 برابر میشه. 20 رو انتخاب کرده باشم، 20 برابر میشه. و اگر در نهایت لورج 100 رو انتخاب کرده باشم، هر 1% نوسانش 100% به من سود یا زیان میزنه. حالا نکته منفیش چیه؟ فقط برای سود نیست این قضیه، برای ضرر هم همین هست. یعنی اگر شما بیت کوین رو روی بای باشی و لورج 20x رو انتخاب کرده باشی، 1% به سمت بالا حرکت بکنی، 20% سود میکنی، خیلی هم عالی. ولی اگر 1% هم ریزش بکنی، شما به جای که 1% ضرر بکنی 20% ضرر میکنی. پس اگر لورج بالا انتخاب بکنی، خیلی زود میتونه که دارایی شما لیکوید بشه. چرا این اصطلاح لیکوید چیه و به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که خب صرافی، شما داری یه جوری مثل وام میمونه دیگه، داری وام میگی. شما 1000 دلار داری، وقتی لورج 20 رو اعمال میکنی، 1000 دلار شما ضرب در 20 میشه. یعنی 20000 دلار انگار داری و داری ترید میکنی.
یه حالت مثل قرض بهش فکر بکنید و به شما اجازه، تا وقتی به شما اجازه میده توی اون پوزیشن، توی اون معامله باشید که $1000 شما وجود داشته باشه. تایمی که $1000 شما تموم بشه، به خاطر اینکه بیشتر از اون پول شما که $20000 نداری، شما $1000 داری، برای همین تا حدی به شما امکان میده که شما ضرر بکنی که $1000 باشه. وقتی $1000 شما تموم بشه، در واقع پوزیشن بسته میشه و به اصطلاح شما لیکوید شدید، یعنی دیگه مبلغی توی صرافیتون، یعنی توی پوزیشنتون ندارید. حالا دو تا گزینه داره، شما میتونی اگر یه اکانت برای مثال $5000 داری و با $1000 ترید میکنی، میتونی امکان این دسترسی رو به صرافی بدی که اگر $1000 من تموم شد، بس بشو به مبالغ دیگه که تو صرافی دارم و از اونها استفاده بکن و معامله من رو لیکوید نکن و ادامه بده. اگر هم خب این اجازه رو بهش ندی، تو همون حدی که وارد پوزیشن شدی تو رو متضرر میکنه و بعد ازش خارج میشه. اینجاست که به اهمیت استاپ هم میرسیم. شما اگه استاپ داشته باشی، در نهایت با یک ضرری که پذیرفتیش از معامله خارج میشه، ولی اگر نداشته باشی، خب باز میرسیم به مبحث لیکوید شدن. برای اثبات، برای معامله اثبات لیکوید شدن معنی نمیده، چون همونطور که گفتم شما یه مبلغی رو پرداخت کردی، برای مثال $28,000 پرداخت کردی، یه دونه بیت کوین گرفتی. اگر قیمت بیت کوین بریزه که حالا این امکان هستن شاید اصلا وجود نداشته باشه یا وجود داشته باشه، کاری بهش نداریم، ولی بشه $1000 یا اصلا بشه صفر، شما یه شیت کوین می‌خریدی که نباید این کارو می‌کردی مسلما، و قیمتش ارزشش صفر شده، وارد صرافیت که میشی ارزش اون ارزت رو میزنه صفر، ولی نشون میده برای مثال شما یه دونه از اون ارز داری، 10 تا از اون ارز داری، داریشون ارز رو، ولی ارزشش صفر شده. اگر یه روز ارزشش افزایش پیدا کنه، اون دارایی تو هم افزایش پیدا می‌کنه، چون مالک اونی. ولی برای معامله فیوچر به این شکل نیست، شما دارای اون ارز نیستی، پس در نهایت لیکوید میشه. پس توی اثبات لیکوید شدن معنی نمیده، این معنی میده که شما اون ارزی که خریدی بی ارزش شده و دیگه الان ارزشی برای شما نداره. این نکاتی که بعد در مورد معامله فیوچر و اثبات بهتون میگفتم که بعد در موردش بدونید. معامله اثبات شما همتون وارد معامله بای بشی، همتون وارد معامله سل بشی، میتونی لورج اعمال بکنی که هرچی لورجت کمتر باشه مسلما به نفعت هستش. توی صرافی بایننس شما چارت رو هم داری، ولی خب مسلما برای تحلیل اگر از تریدینگ ویو و اپلیکیشن های مناسب ترید استفاده بکنی، میتونی دیدگاه بهتری داشته باشی و از ابزارهای بیشتری برای ترید استفاده بکنی متناسب با تحلیلی که داری. خب فضای دیگه چارت چی؟ الان من توی معامله فیوچر هستم، همیشه که می‌بینی اینجا چارت رو داریم، اینجا معاملاتی که داره انجام میشه روی معامله بای و سل رو داره به شما نشون میده. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید، نمیتونید طبق این بر مثلا الان حجم خریدارها زیاده من بای بزنم، نمیتونید با این دیدگاه پیش بری، به خاطر اینکه اینها در لحظه تغییر می‌کنه همینطور که دیدی و برای تایم فریم های کوچیک هستش و شما نمیتونید که دیدگاه خیلی بلند مدتی بهتون بده و نمیتونید ازش زیاد استفاده کنید. اپلیکیشن های سایت های وجود دارن که تحلیل آنچین هستن و شما میتونید با داده های اونها که توی تایم فریم های بزرگتر بررسی میشن یه دیدگاهی در مورد این قضیه بگیرید. مثلا معامله گرهایی که روی معامله بای هستن یا روی معامله سل هستن رو بررسی بکنید و هر چی درصدش بالاتر باشه متناسب با اون تحلیلتون رو داشته باشید و نتیجه گیریتون رو بکنید. ولی پیشنهاد من اینه که برای صرافی و این داده‌ای که اینجا بهتون میده زیاد روش حساب نکنید. برسیم به این قسمت. یه لیمیت داره، یه مارکت داره، یه استاپ لیمیت داره. به چه شکله؟ لیمیت به این شکله که شما الان قیمت بیت کوین 28415 هستش، میخوای وارد معامله بای بشی، ولی به نظرت اینجایی که قیمت هست جای مناسبی برای ورود نیست، فکر میکنی که قیمت یه مقدار دیگه میریزه، مثلا میاد روی 28000، میخوای وقتی قیمت رسید به 28000 وارد پوزیشن بشی، میای اینجا 28000 رو میذاری در واقع، درسته؟ و میزان حجمی که میخوای بخری بیت کوین مثلا 500 بیت کوین یا اصلا یه بیت کوین هر چقدر که میخوای خریداری بکنی رو اینجا وارد میکنی. حالا لورجت هم میتونی متناسب با چیزی که میخوای انتخاب بکنی برای فیوچر. حالا اثبات این چنین نیست، اثبات هم میتونی معامله لیمیت و مارکت داشته باشی، فقط فرقش اینه که دیگه لورج نداری دیگه مسلما. اینجا درخواستت رو ثبت بکنی و وقتی قیمت به اون قیمت مد نظر تو رسید، اتوماتیک وار خریدش رو برات انجام میده صرافی. مارکت به چه شکلیه؟ مارکت برای وقتی که شما اصلا دیگه قیمت لحظه‌ای برات قیمت برات مهم نیست،
میخوای تو قیمت لحظه خرید رو انجام بدی و به چی دقت میکنه؟ هر شما وقتی میخوای خرید بکنی، من میخوام یه چیزی بخرم یکی بعد به من بفروشه، میاد به چه نسبتی این خریدت رو انجام میده؟ میزان حجمی که این الان فروشنده ها توی قیمتی که گذاشتن تا حجم تو پر بشه، این قیمت ها رو میره به سمت بالا و برات خرید انجام میده. یعنی الان شاید قیمت 28415 باشه، ولی برای تو خرید رو به قیمت های دیگه ای انجام میده، به خاطر اینکه اون لحظه فروشنده ها، اون شخصی که حجم تو رو پر میکنه، قیمت بالاتری رو داره یا پایینتری داره، یعنی به اون نسبت برات خریدت رو انجام میده بدون توجه به قیمت و متناسب با اون چیزی اوردر هایی که فروشنده ها همون لحظه توی صرافی قرار دادن. برای وقتی که شما سریعا میخوای وارد پوزیشن بشی، حالا اسکرپ کار هستی یا هر چیزی، به هر دلیلی نمیخوای صبر بکنی، میخوای تو همین لحظه خریدت انجام بشه، میتونی از این گزینه مارکت استفاده بکنی. استاپ لیمیت چیه؟ استاپ لیمیت شما باز میای قیمتت رو مشخص میکنی، میگی برای مثال روی 28000 اومد یا 27000 اومد یا هر قیمتی، من میخوام خریدمو بکنم، میزانم هم انتخاب میکنم، 600م، 700م، یه بیت کوین، هر چقدر. و بعد میام استاپ هم برای خودم میذارم. یعنی پوزیشنی که دارم باز میکنم استاپش هم میذارم که اگر یه وقتی من خواب بودم و پوزیشن باز شد یا اصلا درگیر بودم، معاملم استاپ هم داشته باشه. یه وقت برخلاف پیش بینی پیش نره و بخواد باز اون پروسه لیکوید شدن برای من اتفاق بیفته. این فضای فیوچرشه، اثباتش هم به همین شکل، صرافی‌ها رو شما متناسب با درخواستی که دارید، انتظاراتی که دارید نصب میکنید، برای نصبش هم به ایمیل نیاز داریم. نکته‌ای که وجود داره هم برای صرافی ها هم برای ولت ها، حتما 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 امنیت دو مرحله، رمز دو مرحله ایشون رو فعال بکنید. مخصوصا میگم برای همه موارد این مهمه، تا حد امکان سعی بکنید که امنیت خودتون رو بالا ببرید. حتی پیشنهاد من به شما اینه که ایمیلی که باهاش برای صرافیتون یا هر چیز دیگه‌ای که متناسب برای تریدتون هست اقدام می‌کنید، ایمیلی باشه که فقط مخصوص اون کار باشه. یعنی باهاش اپلیکیشن های دیگر رو دانلود نکنید. رمزی که انتخاب می‌کنید برای صرافیتون رمزی باشه که حتما کاراکترهای بزرگ کوچیک داشته باشه، حروف داشته باشه، عدد داشته باشه و به حد نصاب برسه و رمز مطمئنی باشه. رمزهاتون رو یه جا یادداشت بکنید و فراموش نکنید. مسلماً فضای همونجوری که گفتم بهتون، فضای خب فیوچرش به این شکله. معاملات اسپات هم بهتون کامل توضیح دادم. نکاتی که باید میدونستین رو بهتون تا حد امکان گفتم. امیدوارم که همیشه پرسود باشید و مطمئن و ایمن ترید بکنید. این قضیه فقط برای دارایی هاتون نیست، بلکه برای ترید کردنتون و برای استراتژیتون هم. هرچی مطمئن تر و محتاط تر باشین، مسلماً میتونید پرسود تر و موفق تر باشین. موفق و پیروز باشین. کافه ترید، اولین شبکه تلویزیونی بازارهای مالی.